خیلی زحمت افتادید. افتخار هستید. هم جناب عالی هم آقا افتخار هستید. سلام علیکم. بعد دوست ان شاء الله. خدا حفظتون ان شاء الله. افتخار هستید شماها برای کشور که هم پرچم جمهوری اسلامی برافراشته میشه، هم سرود جمهوری اسلامی نواخته میشه. الحمدلله خدا حفظتون کنه ان شاء الله. مادر سلام، خسته نباشید. شهید مدافع دارم که یک مجموعه پشتیبانی مقاومت رو خودشون ایجاد کردن و شبکه بزرگی ایجاد کردن. الان هم کارهای فرهنگی انجام میدن. ان شاء الله وجود شما حفظ کنه. خیلی خوش اومدین به استان ما. مرحله دوم هست که شما تشریف میارین. مرحله قبل انشالله مطالبی که شما فرمودین کارهایی که انجام گرفت، این دوره انشالله بیشتر از این نتایجش رو ببینیم و برای آبادانی استان ما مخصوصا این که بتونیم با کمک شما با فرمایشات شما مثمر ثمر باشه و تاثیرگذار باشه انشالله. شرمنده خدا و پیغمبر و شهدا نباشیم انشالله. با امید خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا من از دوستان خدمت شما و هموطنهای خوبم سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما. متشکرم آقای دبی، در خدمتتون هستیم. نکات شما رو میشنویم. با توجه به اینکه میدونم ارتباط نزدیکم با همه این عزیزان داشتید، با جناب آقای رئیسی، با آقای آل هاشم و نکاتی دارید، حتما میشنویم صحبت‌های شما رو به عنوان یکی از اعضای جامعه ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک میگم هم تسلیت میگم شهادت هشت عزیزمون رو و زمد آقای رئیسی عزیز خدمتتون هستم. خب من آشنایی با ایشون برمی‌گردونم سال 83 یا 84 تو مراسم هیئت که خدایگان رضا آیت الله شاهروزی داشتن تو مشهد با ایشون من آشنا شدم و نزدیک و هر جایی که بودن یه خدمت ایشون بودیم. ما معاون اول بودن بعد آستان رضوی بودن، خیلی ارتباطمون بیشتر شد. بعد قوه قضاییه همینطور که دیگه بعد که رئیسمون شدن که دیگه مستقیما به جاهای ما مشکلات کشتی رو حل میکردیم، خاطرات زیادی داریم. ولی حالا پارسال جایزه قهرمانانی که میدادن، خب اول کشتی رفت بالا، جایزه که جوایزه بچه ها رو که ایشون داشت به من میداد ایشون شروع کردن با من صحبت کردن و یه حرفایی به من زدن که نمیشه گفت. ایشون با من صحبت می‌کرد، خیلی گله کردن آقای جدید وقت همه رو گرفت، از من حرف نزدم، من فقط گوش دادم. تو این دو روزه تمام حرفایی که ایشون به من زده بود رو دیدم تو وجودشون و بمونه بین من و خدا درس اخلاقی خیلی خوبی دادن و خدا رحمتشون کنه. مشکلات کشتی رم با هم از طریق سید مهدی که حالا من در مورد سیدم صحبت میکنم ما دنبال میکردیم. خدا رحمتشون کنه، خوش به حالشون. ایشون من فکر میکنم راه حق و از باطل خوب شناخته بود. یه ذره دقت کنیم ما راحت میتونیم پیدا کنیم چی حقه چی ناحقه. انشالله ما هم بتونیم مسیر رو پیدا بکنیم. انشالله این مهمه. در مورد شهید امیر عبداللهیان امیدوارم که واقعا مظلوم واقع نشه. یعنی یه مرد اخلاق مدار، یه مرد استاد دیده و اونایی که اهل فنن میدونن من چی میگم، واقعا بچه هایی که تو اون خارجه هستن حتی اگر سلیقه سیاسیشون با ایشون فرق داشت همه باسه همه احترام عجیبی واسه ایشون قائلن. یه فشار رو من خیلی نمیخوام ریزشم، حتی یه جایی فشارهایی بود که مثلا آقا مثلا این خط خطوطش نمیخوره، اون این زنگی از تمام ظرفیت اون خارجه استفاده میکرد، خود بچه های اون خارجه باشن دنبال میکردم. من دوست داشتم خیلی از صفحه که ما میرفتیم بالاخره میدیدیم پیگیری میکردم. یه روز یه جلسه ما داشتیم وزره فدراسیون بودم، من یه پیشنهادی به ایشون دادم تو جمع همه رئیس فدراسیون بودم، همونجا قانون شد و ابلاغ هم شد. گفتم آقا ما هر موقع میدیم مسابقه خارج از کشور سفرا همونجوری که وزرا و نماینده مجلس رو تحویل میگیرن ورزشکارا رو تحویل بگیرن، اینا واقعا سفیر مملکتن، هر ورزشکارای هر رشته میرن. باورتون نمیشه، فکر میکنم زیاد کمتر از 10 روز اینو ابلاغ کرد. یعنی اصلا برخورد کشورهای خارجی با ورزشکارا سفرای ما طور دیگه ای شد، شکل دیگه. و یه جالب هم به شما بگم، تو سه سالی که نزدیک سه سالی که ایشون امور خارجه بود جز یه سفر که اصلا اتفاقات خاصی بود، اصلا همون بهتر که نشد، تمام سفرها ما یه دونه کشتی نشد که ما ویزا نگیریم. و خیلی سری دیگه که اصلا سلام نیست من اینجا بگم و محبت که ایشون به کشتی
داشت موضوع رو خودش مستقیم من دنبال میکردم به سفیر اون میگفت من خدمت ایشون میکردم از اونجا با سفیر ایران تو اونجا صحبت میکردیم و کشتی میرفت مطلع جیبون خدا رحمتش کنه معاونینشون میدونن ایشون چه کارهایی واسه کشتی کرده اگر یه روزی لازم بود چلا معاونینشون بگن که ایشون چقدر کشتی لطف داشته و امیدوارم هر جو مراسمی واسه آقا رئیسی عزیز میگیرن امیر عبداللهیان فراموش نشه. آیا حالا هاشم که استاد اخلاق بود شما یه صحبت پدر بزرگوارش رو بشنوید فکر می‌کنم خودش 10 تا کتابه. همون یه جمله‌ای که پدر ایشون گفته من دو سه بار خدمت حاج آقا رسیده بودم همون کشتی بحث می‌کردیم اطلاعات فوق‌العاده بالا خیلی بحث اخلاقی می‌کردن راهنمایی می‌کردن تو بحث اینکه چطور ما بچه‌ها رو با کشتی با ورزش بتونیم به راه راست بیاریم. حالا مشخصات خودشو داره که ایشالا تو سال تبریزی حتما من خواهش میکنم که همه جا اسم حاج آقا رو بگم اصلا بی نظیر بود حاج آقا نظر سلوکی که داشتن یه ساله که به تمام معنا بودن. دکتر مالک خب رئیس ما بودن تو آستان قدس ایشون قائم مقام بودن خدام امام رضا میشناسن آقا مالک و ما از طریق آقا مالک خدا رحمتش کنه واقعا روشی جونشون من فکر میکنم اینایی که تو هلیکوپتر بودن گلچین شدن یعنی علکی نیست حاج قاسم گفت بعد شهید باشی شهید بشی مصداق این هشت بزرگوار من حالا خلبانای عزیزمون رو نمیشناسم حتما خانواده هاشون دوستاشون بیان در مورد رفتار و منش اینا بگن اینا هم حتما همینطور بودن. دکتر مالک ما بچه هامون رو تمام خادمی امام رضا که میخواستیم دنبال بکنیم من طریق آقا مالک عزیز دنبال میکردم و مراسم هایی که داشتیم بچه ها میرفتن اونجا تو مراسم ها شرکت میکردن همه رو آقا مالک من دنبال میکردم و ارتباط خیلی خوبی که ما اصلا با آستان برقرار شد از طریق دکتر مالک رحمتی عزیز خدا رحمتش کنه رفیق خوب ما با اخلاق خوش مشرب خدا رحمتشون کنه. در مورد سید مهدی هم خب بچه محل ما بود بله آقا سید مهدی موسوی بله آقا سید مهدی خب بچه شاب دلعظیمه بله بدونید آقا سید جوانم بوده تکواندو کار بوده و ما شب قبل از شهادتش هم نیم ساعت چلیقه‌ای داشتیم در مورد یه چند موضوع که ما واقعا کشتی مشکل داشتیم داشتم با سید صحبت می‌کردم دنبال می‌کرد. حالا هادی هم خیلی دقیقه تر با هادی نام بچه محل با هادی نام محلش نزدیک‌تر از ما هست خدا رحمتش کنه. ما فقط یه خاطره بگم همین دیروز اتفاق افتاد یه نامه بود من قرار برسونم با آقای رئیسی به سید گفتم خودم بیارم گفت نمیخواد بده که بچه هاتون بیاره ما داریم میریم آذربایجان شاید نرسیم من دادم یکی بچه راننده های فدراسیون بود سید یه راننده که حالا مثلا داره زحمت میکشه از امام هست برد بچه این رفیق ما رو همکار ما رو برده بود تو تحویل گرفتن چایی دادن دفتر خودش اصلا این همکار ما کف کرده بود امروز اینقدر این راننده ما گریه میکرد من تو جهد عاشق این شدم اینقدر این اخلاص داشت اینقدر این آدم مخلص بود و ای کاش این خاطراتشو با آقای رئیسی این شد به کسایی که گفته جمع‌آوری کنن کتاب بکنن یه جای از دست آقای رئیسی گریه میکرد واقعا واید از اصلا این توی مردم رفتن خطرناکه تو نمیدونن از امنیت چقدر خطرناکه اصلا میره فقط ما میدونیم مثلا یه خاطرات عجیب غریبی داشت آقا سید استاد اخلاق آقای رئیسی واقعا پنج تایی که من از نزدیک چون چند سال خدمتشون بودم درس یاد گرفتم ازشون مخلص بودن مخلص و من امیدوارم که ما مثل خودم این دعا رو میکنم شالا بتونیم راه حق رو پیدا کنیم حق رو از ناحق تشخیص دادن خیلی مهمه تو این دوران آخر زمانی شالا خدا من غافل شالا ذهنم و چشام رو باز کنه که شالا بتونم راه حق رو از باطل تشخیص بدم خوش به حالشون ببینید اینا عاقبت به خیر شدن ما افسوس میکنیم که این بزرگواران رو از دست دادیم و امیدوارم که حالا چهارشنبه که تو تهران مراسم این بزرگواران هست شلو حضور میلیونی باشه و ایشالا آسد مهدی هم که جمعه تشییع جنازه‌اش اونم شلو دوستان قراره اطلاع رسانی بکنن شلو که همه شرکت بکنن تو تهران و بازم تسلیت میگم در مورد جامعه بعدش هم آقای خسروفا یه تیکه‌ای گفت فکر کنم این تیکه ما بعد از جلسه این آخری که با حاج آقا داشتیم حاج آقا لطف داشت همون که اومدیم بارو گفت مخلص آقای دبیر و رفیق قدیمی بعد من اومدم پایین در مورد جوایز صحبت میکردم در مورد امتیازاتی که به جوایز بچه ها میدن من نکته گفتم حاج آقا گفتش فلان دنبال کن
حتما امتیازه را سال بعد بیاریم بالا. اینه بچه ها حتش رو خیلی بیشتره همه رشته ها رو. حالا امیدواریم که این اتفاق بیفته و استارتش خود ایشون زدن، یا تو همون جلسه های رنگزد یه پیشنهادی داد در مورد فکر میکنم ماده 27 یا تفصیل 27 اینا اداره بچه های اداره کل خوب میدونن، یه پیشنهادی داد همون جای رئیسی موافقت کرد که واسه ورزشکارا به نقد یه کاری انجام بشه. واقعا نگاه ویژه داشت. شما ناکنید قولی که ایشون تو انتخابات داده بود که وزیر ورزش رو از جنس ورزشی ها میدارم عمل کرد. حتی انقدر این انسان با معرفت بود، شما آقای سجادی به خاطر کسالتی که واسه تو وجود اومد استعفای داد گرفت، هر دو سه باری که اومد تو ورزشی ها صحبت کرد اول از آقای سجادی بود. این خیلی این اون دوستانی که تو مسئولیت هم میدونن خیلی بزرگوار باید باشه طرف چه این کارو میکنه، اول با آقای سجادی شروع کرد بعد از همین آقای سجادی اسپورت. پس حرف در مورد اینا زیاده و امیدوارم که حالا با این تصمیمی هم که دوستان ما تو هیئت اجرایی گرفتن دعا کنید که انشاءالله کارمار ما تو المپیک انشاءالله بتونه پرچم مقدس کشورمون رو بالا ببره، انشاءالله هم دل شهدا رو همیشه به دل مردم عزیزمون رو شاد بکنیم انشاءالله. انشاءالله. اگه نکته هست من در خدمت شما. متشکرم. نه علی آقا مثل همیشه جامع کامل. ممنونم ازتون. آرزو موفقیت هم میکنم برای فدراسیون شما، بچهای کشتیمون که به هر حال یکی از امیدهای کاروان المپیکیمون هستن، کاروانی که آقای خسرو الان گفتن با نام خادمون رضا در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک شرکت کردن. ببخشید من به شما میگم آقا محمد حسین چون دوستتون دارم. عزیزم خواهش میکنم علی. ایشون یه چیزی رو به ما یاد داد. حالا اینکه یه روزی شاید من بگم ایشون بعدن چیا گفت. خیلی بهش ناسزا گفتن. خیلی بهش حرف زدن. تو کار فقط جواب داد. حالا مسئولین همه اینو یاد بگیرین. با کار فقط باید جواب داد. هر کی نامه عملش واسه مردم داره کار میکنه کار نه شومنی. با کارمون انشاءالله بتونیم به مردم ثابت کنیم واسه مردم خوب کار کنیم که انشاءالله خدا هم از ما راضی باشه.